حفظ محیط زیست یه ظاهر دارد، یه باطن دارد. ظاهر هم به همون باطن برمیگردد. ظاهر این است که آلودگی نباشد، مسائل بهداشتی رعایت بشه، موارد بهزیستی مراعات بشه. باطنش این است که محیط زیست به عدالت، که رفع تبعیض است، نبود ظلم و ستم است، توجه به حقوق بشر است، تأمین می شود. و این ظاهر به اون باطن برمیگرده، زیر مجموعش. یعنی اگر کشور دارای موازین تأمین حقوق مدنی باشد، محیط زیست از هر آلودگی در امان می ماند، مردم به حقشون می رسند. در چه موقع شهرها آلوده میشه؟ الان شما مثلا فرض کنید این باتلاق هایی که خشک شده در مرز و تبدیل شده به کویر و طوفان این بادها رو میاره داخل شهرها، داخل استانها، از استانهای مرزی هم رد میکنه. خب چرا اینجوری شد؟ اگر مردم صاحب اموال خدا دادشون بودن، مالک منابع ملیشون بودن، مدیر سرمایه های میهنی بودن، خب تمام اونجاها رو درخت میکاشتن، آبرسانی میکردن، نمیگذاشتن که اوضاع اینجوری بشه. یا مثلا فرض کنید دریاچه ارومیه خوش میشه، تبدیل به شوره‌زار میشه، بعد نمک رو طوفان برمیداره میاره تو شهر. خب اگر مردم از حقوق اولیه‌شون محروم نمیشدن، مال ایرانی به ایرانی در طول سالهای متمادی تعلق داشت، تلاش میشد رودخانه های مختلف از این طرف از اون طرف آب اجاره میکردن از رودخانه های همسایه، همونطوری که الان چیزهایی را از مملکت خارج میکنن مهم وارد میکردن. محیط زیست یعنی خدمت به مردم، مردمی که دستشون هیچ جا بر نیست، ملتی که در زیر خط صفر تنگ دستی و نفس کشیدنن. یعنی اکثریت قاطعی مردم 90% نفس کشیدنشون به دماغشون رسیده که میگه دماغ تو بگیرم میمیری، همون جور شدن. یه سوراخ دماغم گرفته شده، با یکیش نفس میکشن، یعنی انقریب است که از بین میرن. چطور است در محیط زیست ما گاهی دفاع از حیوانات میکنیم؟ نسل پلنگ ایرانی مثلا حفاظت بشه، فلان نوع ماهی آبزیان در فلان قسمت دریا، دریاچه، رودخانه ها حفاظت بشه، اما از انسان بدبخت بیپناه ضعیفتر ما داریم که محیط زیست حق اوست و محیط زیستش به وسیله جنگ افزارهای خطرناک و وسایل نظامی مهلک از جمله کارخانه های تأمین سلاح‌های شیمیایی که گاهی دیده شده، استشمام شده بوی آن، از اون قسمت به اطراف محل سکونت ها حتی به جاهای خیلی دوردست سرایت کرده و کسی هم به فکر بشر نیست، چون بشر امروز ارزش نداره، نه در ایران، در هیچ جا، در هیچ جا. برای همین است که ما میگیم نه دیانت برای انسان کار کرده نه سیاست. دیانت که آمد به جایی که دفاع کن از بشر، یه باری شد رو دوشش، رو در خماری گذاشت که وعده های فردای دیده نشده رو داد و امروز باعث زحمتش شد در احکام و مناسک و شرایط. سیاست هم که همینطور، سیاست هم که سیاست مدار فکر خودش قماره. همیشه سیاسیون به فکر باند خودشون، جبهه خودشون، گروه خودشون و همپالگی هاشون و دارداسته شون هستن و
ملت ها ابزارن برای هیاهوان، برای پلن که عبور کنن، سوژن که رقبا رو بکوبن. خدا نگهدار.